اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. تبریز عاشق همراه با تهران و مشهد، ساری، ارومیه، عجبشیر، رشت است و کرمان است و ساری، تربت، خبوشان، بیرجند و زاهدان است، سکوی شیران و دلیران یادگاری. از بندر عباسم بگو، از شعر باران، بوشهر سرشار خروش جمع یاران. از خرمی شهرم چه داری در خبرها؟ آیا هنوزم نور باران نظرگاه؟ اهواز خونینم هنوزم پایدار است. آیا درودم باز بی صبر و قرار است؟ در خرم آبادم حضور شعله باقی است. این گفته ملا که این هم اتفاقی است. این جمع نادانان چه میگویند امروز؟ آیا نمیبینند شور خانمان سوز؟ آیا سرشک بو علی سینا ندیدند کینسان چنان دزدان به بیراه کشیدند؟ از ساکنان عاشق شهر فراهان آیا خبر داری از آن گل شهر ایران؟ در انزلی گویا سرود عشق جاری است، تا اصفهان دریای شور و بیقراری است. شیراز با سعدی به سودای رخایی است، حافظ غزلخوان شبان آشنایی است. ایران من یک بار هم دل هم صدا شد، دور از حدیث کهنه من شد و ما شد. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه دوم ماه ژانویه، جنوری، 12 دی ماه، به شما سلام میکنم. سلام، درود، مخلصم از صمیم قلب. آدم نکات عجیبی میبینه. مردم میرن جلو مسیح گوهرشاد، میگن رضا شاه روحت شاد. دقت کنی، گوهرشادی که اون مناظر رو دیده بود و آخوندا میگفتن بله جنایت رضا شاه، آقای روحانی چه جوری حرف میزنی؟ آن مردی که سراپا خیانت بود، 16 سال رضا شاه خیانت کرد، یا شما 38 سال خیانت کردید؟ رضا شاه چه خیانتی کرد؟ دانشگاه ساخت که شما رفتین توش، بچه‌هاتون دارن میرن. بانک ملی درست کرد، جاده کشید، خیابون پهلوی رو درست کرد که حالا شما گذاشتید ولیعصر، مهم نیست. ساختمون وزارت دارایی رو درست کرد، دادگستری رو که این جانور آملی میره توش میشینه و میگه مردمو بکشین تیکه پاره کنین. چه عمل بدی رضا شاه انجام داد؟ و یکی از کارهای بزرگش کشف حجاب بود و من تردیدی ندارم. نگاه کنید به تظاهرات، حضور گسترده زنانمون رو خواهید دید بدون حجاب اجباری. کسی علاقمند اختیار داره حجاب انتخاب بکنه، اما کسی که نمیخواد باید بتونه. شما از سعودیا که مسلمانتر نیستید، تو مملکت چون زنای بی حجاب هم هستن، آزادن، نقابدارم هست، با حجاب هم هست، شما هم آزاد بذارید ببین چند درصد مردم. دوستی به من گفت آقا شما با آقای سازگارا صحبت رفراندوم کردین،
رفراندوم یعنی پایان رژیم. این رفراندوم سازمان ملل پایان رژیم. اینو من دارم میگم. امروز خبر شدم، متاثر شدم، مهندس علی اکبر مهم‌فرد درگذشت. مرد آزاده‌ای بود. خلخالی تو مجلس با گیوه بهش حمله کرد، پرتاب کرد، کفش بهش انداخت. اینا از جنس گاز بگیرا و گیوه اندازان دیگه. محسنی اجیری رو نمیبینید که گاز میگیره، سرخیز و گاز گیره. آقای عباس عبدی، خیانت سفارت بالا رفتن کم بود که حالا اومدید علیه مردم شعار میدید مثل آقای مهاجرانی؟ واقعا که آدم حیرت میکنه از شما چه میگوید. واقعا آدم حیرت میکنه. احمدی نژاد اقلا شعار علیه مردم نداد، اون احمدی نژادی که همه مخالفش بودیم، ولی شما واقعا خجالت نکشیدید؟ چجوری این حرف رو میزنید؟ قبل از گیاری من میخوام امروز با مهندس حسن شریعت مداری صحبت کنم. درود بهش. پیامی که فرستاد فوق العاده بود و چقدر اثر گذاشت. اما قبل از اون دو تا پیام میخوام براتون پخش کنم، دو تا حرف. یکی مقام معظم رهبری در مقام امام جمعه تهران 36 سال پیش، 37 سال پیش. نگاه کنید ایشون چه میگه. از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه. اون وقتی هم که میگن مردم کم مصرف کنید تا یه اندازه گرانی بشکنه، باز اینا کم مصرف میکنن. اونا مصرفشون روز به روز زیاد میکنن. بیکاری مال اینها، گرانی مال اینها، سختی مال اینها، محاصره اقتصادی ضررش مستقیما متوجه توده مردم. آخرش هم هیچ کاره مملکت، پولشون رو بدن به این مسئول و اون مسئول، بخورن و به ریش انقلاب و این مردمی که برای خب. پس ایشون دارن صحبت میکنن از توده مردم، از مردمی که رنج میکشن، گرانی رو تحمل میکنن. بهشون میگید مصرف کم بکنید، چون اگر مصرفشون عادی باشه. آقای سید محمود الهاشمی العراقی شاهرودی شبی 2000 پوند پول بیمارستان نمیتونه بده. جناب آقای احمد جنتی توسط این آقای میم تو سفارت نمیتونه میلیون میلیون پولشویی کنه. مردم اگه به حقشون برسن. حالا این سردار جان ما هم بیان ببینیم چی داره میگه. سرداری که گفت احمد نژاد انتخابت کردیم چون بوگن میدادی شلوارت اوتو نداشت. سردارمون ببینیم چی میگه تا برسیم به امروز. آروغ زیاد خوری های بالای شهر وقتی زده میشه اینها، میاد پایین اینها. از اون روزی باید بترسیم که دمپایی پوشا و کفش ملی پوشای شوشش عبدالعظیم و خیابون پیروزی اون روز اگر قات زدن و پشت ولایت نبودن، اون روز فرار کن برو خارج. اگر اونها ول کردن پشت خط رو، اون روز باید فرار کنی میترسیم و الا آروغ زنی های... خب کی آروغ میزنه، کی تو خیابونه؟ بذارید یه چیزی براتون بگم. تو جریان انقلاب لیبی و تو مصر وقتی اخوان المسلمین شورش کرده بودن، دولت عظمای قطر یک کیسه پول صبح به صبح اخوان میداد تو هر دو کشور. $100 در خونه ها میرفتن میدادن که آقا بیا تو خیابون تظاهرات کن، اینم خرجید. مردم ایران هیچکی بهشون کمک نمیکنه. آقای خامنه ای میگه غرب اوباش وابستگان خارج. کدوم خارج؟ کدوم خارج؟ شما که همتون به خارج ساختین، شما که همتون بغلخواب خارج شدید. انگلیس میره، فرانسه میاد، فرانسه میره، ایتالیا میاد، ایتالیا میره، یونان میاد، دیگه به قبرس و مالتا هم شما بدبختا نوکری میدید برای اینکه 4 تا قرارداد باهاتون ببندن. مردم ما خیلی والان، خیلی بالا هستن. مردم ما نیاز به توپ و تفنگ ندارن، عراق نمیخوان بشن، خودشون اراده دارن، قدرت دارن، زن و مرد ایرانی ایستادن در برابر شما. بی خود آدرس غلط ندید. نه آمریکا تو کاره، نه انگلیس، نه فرانسه، روسیه هست. روسیه البته KGB داره شما رو کمک میکنه. پایگاه بهش دادید. اگر مردم حق نیستن چرا فرار میکنید؟ آقای جنتی، این پولایی که تو این دو هفته فرستادی لندن،
برای چیه؟ وحشت گرفتته؟ آقای محسنی اژه‌ای، آقایی که فرستادید به دبی، حسابی که باز کردید بانک اسلامی دبی چی بود داستانش؟ فکر نکنیم ما نمیدونیم، همه این داره میدونیم، ثبت هم میکنیم، چون به موقع شما باید پس بدین. اینجوری نیست که رستم قاسمی 2 میلیارد به جیب بزنه بخواد بره عراق آپارتمان سازی و هتل سازی بکنه. نه خیر، آقای سید صادق مولا نصرالدین آملی میاد میگه بریم بزنیم مردم رو بکوبید. ای کاش ذره‌ای شما غیرت داشتید. یه زمانی مرجعمون آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری، مرجعمون ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی نبود. معلومه نونی که به بچهش داده حرام، اون نون لقمه حرامه و بچه چی میشه؟ نونی هم که شریعت مداری به بچهش داده، مهندس حسن شریعت مداری رو میاره بیرون. پیامی که به مردم آذربایجان داد، منی که ترکیه ذره حالی میشه تکون داد. یه ذره از پیامشو بشنویم، یه کمی کوتاه. عزیز آذربایجانلار، عزیز تبریزلیلر، عزیز همشهریلر، çok خوشحالم که bugün eşittim siz de bu 60 neçə şəhərə qarışıb xiyavana gəlib zülm əleyhinə onları kömək eləmişsiniz. Sizin üstünüzdə çox hesab görürdülər. Daimən məndən soruşurdular ki, niyə Təbrizdə, Azərbaycanda 4 gündür bu xalqın qiyamından keçir, niyə heç kəsdən heç xəbər olmayıbdır? Mən deyirdim, səbr eləyin. Azərbaycanlılar gələrlər. Bir məsələmiz vardı ki, Azərbaycanlı daş qazan ki. Çi qov, kocayın və amədən ləbbək qovdan, ببینin. مردم دقیق دارن رفتار عمل کرده ماها رو میبینن. 37 ساله دارن شریعت مداری نگاش میکنن، خطا کرده، خیانت کرده، با خارجی ساخته، همه رو دارن نگاش میکنن. درد داره، ولی اونم میتونه سرشو بندازه پایین مثل آقازاده بعضی از مراجع که مثلا مخالف بودن بره ایران کاسبی کنه. نرفت، زندگیشونو به باد دادن، مصادره کردن شرکت و زندگی، همه آخ نگفت، حسرت آخو به دلشون گذاشت. ولی امروز حرفی که میزنه مؤثره. این دلیل بر اون شیر پاکیه که خورده، والا پسر برادرزاده عبدالعلی دستقب تو لندن اینجور کسافتکاری نمیکنه. آقای احسان خان در رفته، من که افشاگری کردم فرار کرد ترس، ولی پنتاس اینجاست، مال ملت ایرانه، روز مصادرش نزدیکه. پنتاس مال شماست، ولی برادرزاده نوه، یعنی نوه عمه دستخیب از کجا پول آورده؟ 330 میلیون دلار در سوئیس از کجا آورده خود و آقا بابا جونش؟ نوبه اون روزا میرسه، اون دستخیب، اون جایگاه شریعت مداریه، اون جایگاه روح‌الله خمینی، اون جایگاه رضا شاست. مردم خیلی خوب قضاوت میکنه. آقای مهندس شریعت مداری سلام میکنم بهتون. من هم سلام دارم خدمت شما و همه ملت شریف و رشید ایران. بسیار خوشحالم آقای مهندس این پیامی که شما دادید. بسیار بجا بود، پیام فوق العاده خوبی بود. قبل از اینکه صحبت با هم بکنیم اجازه بدید یه پیام دیگه باز بشنویم خانم شیرین عبادی، چون به نظر من پیام ایشون هم پیام بسیار بجایی بود. اونو میشنویم و با آقای مهندس در خدمتشون نگاه میکنیم به این جنبش عظیمی که روز به روز عظمت و گسترشش بیشتر میشه. خانم دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. هموطنان عزیزم، به وعده های پوش حکومت دل خوش نکنید. 38 ساله که به شما وعده میدن و عمل نمیکنند. بودن در خیابان و تظاهرات مسالمت‌آمیز حق شماست که قانون اساسی اون رو به رسمیت شناخته. حکومت ایران 38 ساله که حرف شما رو گوش نمی‌کنه. حالا شما حرف حکومت رو گوش نکنید. در وهله اول پول آب، برق، گاز مصرفی رو نپردازید. اگر پولی در بانک‌ها دارید، پول خودتون رو از بانک بیرون بیاورید و بدین صورت به حکومت نشان بدهید که بهش اعتماد ندارید. حکومت رو از نظر اقتصادی به زانو در بیاورید.
تا حکومت مجبور بشه حرف مشروع و بر حق شما رو بشنوه، حق شما رو بده. حق شما زندگی بهتریست. موفق و پیروز باشید. جناب مهندس شریعت مدیر، شما تو عرصه اقتصادم صاحب نظری، آیا فکر میکنی الان مردم پولشون رو بیرون بکشن و تبدیل به دلار بکنن، بخواست اینکه پول ریال همینجوری ارزش کمتر خواهد شد، آیا این رو شما توصیه میکنی؟ بله، ببینید، یکی از راه‌های مبارزه با این نظام در حقیقت به زانو در آوردن اقتصادیشه. بله. اما اینکه کجا سرمایه گذاری بکنن، خب بستگی به امکانات داره. بعضی ها طلا میخرن، بعضی ها زمین میخرن. بله. بعضی ها ارزهای خارجی میخرن یا در جاهای دیگه سرمایه گذاری میکنن. ولی این رو باید دانست که مرحله ای خواهد رسید که این بانک ها قادر به تعدیه پول مردم نخواهند. بله. البته امیدوارم این نظام قبل از این مراحل سقوط کنه و کار به این مراحل نرسه، ولی همیاری مردم میتواند اثر قاطعی داشته باشه، به خصوص که این روزها دولت آقای روحانی در این صدده که به سپرده ها مالیات ببنده و این کسر بودجه ای رو که داره از جمله از طریق مالیات و سپرده ها تامین کنه. بنابراین وضع رو به اضمحلال بانک ها، وجود و احتمال یک مالیات کمرشکن و سپرده ها و از اون سمت دیگه اینکه هر آنی دلار و یورو داره گرونتر میشه و خریدش ممکنه بیشتر به ضرر مردم باشه، عقل ایجاب میکنه که هر تصمیمی دارن سریعتر بگیرن. مهندس، شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا. به نظر شما یه نقطه عطفی نبود در این ماجرا؟ چون متاسفانه آقای اصلاح طلب دکتر مهاجرانی میاد اینو وصف میکنه به CIA و غیره. آقای عباس عبدی که هنوز آثار خیانتشون در سفارت آمریکا بعد از 38 سال ملت داره متحمل میشه، میگه بیاین سرکوب کنین، همصدا میشه با لاریجانی. واقعا به نظر شما مردم دیگه کنار زدن اینا رو، عبور کردن از این خط اصلاح طلب و اصولگرا؟ بله، ببینید، از اون فراتر از این نظام عبور کردن. بله. شما شعارهای مردم رو بر علیه آقای خامنه ای، بله، بر علیه دخالت دین در سیاست به نفع رفراندوم و اینکه دعوای جناهی نیست، همین شعار بسیار شیوایی که دانشجویان دانشگاه تهران میدادن و نشون میده که اینها درگیر دعوای مصنوعی دو جناح نیستن. این دو جناح ببینید امروز عمده و قاطبه استمرار طلبانی که اسم اصلاح طلب روی خودشون گذاشتن محکم چسبیدن به نظام و خیلی محکمتر از جناح اصولگرا میگن که مردم رو باید سرکوب. خیلی عجیبه که برادر آقای خاتمی هم این حرف رو میزنه، آقای جلایی پور هم این حرف رو میزنه، آقای عبدی هم این حرف رو میزنه، مانند یک کنسرت هم نوا. سپاه میداند که پایگاهی اگر داشته باشه در درون همین مستضعفان و پابرهنگان و محرومان نیست که در خیابان هست. و اگر بخواهد اونها رو سرکوب کنه، یک نیروی نظامی بیپایگاه و مستبد کامل خواهد و به فساد و اون چی که تا کنون کردن به سیئاتشون اضافه خواهد شد. اینه که تا کنون سپاه خودداری کرده، درونشون دعواست، این کار به نیروهای استحفاظی و امنیتی سپرده شده و اونها هم اینجا و اونجا بعضی جاها سرکوب میکنن، بعضی جاها با مردم همراهی میکنن. بنابراین اطلاعاتی که بیرون داده میشه اطلاعاتی از دقیق ترین لایه های امنیتی است. مثلا نشون میدن که کجا اسلحه ها جمع شده، کجا محل تجمع بسیجه، کجا محل سرکوبه، موتورسیکلتا کجا. یک نظام تا کشتیش سوراخ نشده باشه چنین اطلاعاتی ازش بیرون نمیاد. در این حجم وسیع که امروز حتی تعقیب این اخبار واقعا سخت جناب نوری‌زاده. درسته. آی مهندس،
نکته که فرمودید خیلی بجا و درست بود. آقای سردار قاسمی، همین چند دقیقه پیش صداش پخش کردم، گفت بترسید از روزی که پابرهنه ها و کفش کتونی پاها، کسایی که از پیروزی و جنوب شهر و غیرن، بیان تو خیابون و پشت به ولی فقیه بکنن. این اتفاق عجیب، این اتفاق افتاد و حرفای خود آقای خامنه‌ای در دوران امام جمعگیش هم پخش کردیم، چیزی شبیه به این. و امروز وقتی نگاه میکنیم این جوانهای بیکاری که هستن، اینا از کدوم طبقاتن؟ طبقات محروم جامعه. پس این قشر پایین جامعه است. یادم هست ضمن بحثایی که با هم داشتیم در جنبش سبز، دقیقا کسانی که مشارکت داشتن افرادی بودن که دغدغه اصلیشون آزادی و حقوق بشر و غیره بود، تحصیل کرده ها بودن، دانشجو بودن، دانش آموزا طبقه دست. ولی الان ما کسانی رو میبینیم دغدغه‌شون نانه، اما اینقدر هوشمندن که نان رو روز اول کنار میگذارن، نه غزه نه لبنان سر میدن. سید علی، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما بکن. و نکته ای هم که باز شما اشاره کردید، رفراندوم، به نظر من در این مرحله برای اینکه شعارها مشخص بشه، شما همینطوری یک سری شعار بدید و عبور کنید خب فایده نداره، ناسزا هم به نظام بود، ولی باید یه دیمند اصلی باشه، یه خواست اصلی باشه که میتونه جلو خونریزی رو بگیره، جلو از خم پاشیدن کشور رو بگیره و نظام به سلام و سلامتی بره بدون که به ایران لطمه بخوره. و این مسئله رفراندوم بود. دلم میخواد یه مقدار توضیح بیشتری بدید چون راجع به این خیلی حرف زدیم. بله، اولا در مورد قسمت اول صحبتتون، اونایی که سال 86 تو میدان بودن و از طبقه متوسط جامعه بودن، امروز جزو اقشار فقیر جامعه شد. بله. یعنی اقتصاد به قدری افول کرده در عرض این مدت که همون طبقات به طبقات تهیدست تبدیل شدن و بنابراین با همون فرهنگ مدنی دغدغه های معیشتی هم دارن. اینه که شما میبینید در تظاهرات یک طیف وسیعی از شعارهای مدنی، اجتماعی، سیاسی و معیشتی داده میشه، برای اینکه قشرهای پایین طبقه متوسط به انضمام قشرهای بالای طبقات کم درآمد مثل یک لولا عمل کردن. اینها به خاطر معیشت به میدان آمدن، بخشهای پایینی طبقه متوسط به بالای طبقه متوسط وقف شدن، نارا آوردن. این بقیه هم کارگرا، زحمتکشا و بیکارا را آورد. به امروز ما واقعا یک نهضت همگانی میبینیم که نقطه ثقلش دغدغه های معیشتی، محیط زیستی، آینده ایرانه، ولی همه میدانن که این نان به آزادی وصله. بدون آزادی نان و کار امکان نداره. اول باید از شر ولایت فقیه رها شد. این را همشون میدون. اما اینکه چه برنامه‌ای باید داشت، من این اصلاح طلب‌ها سه دلیل اصلی برای تشکیک اذهان میارن و چون سابقه امنیتی دارن، بلدن چطور سناریو بسازن و اذهان مردم رو متوجه بیراهه بکنن. میگن این قیام کور است، هدف نداره، راهکار نداره، رهبری هم نداره. من جوابشون رو نوشتم و در سطح وسیع پخش شد. هدف این نهضت خیابان سلب صلاحیت از این نظام و گذار به دموکراسی. گذار مسالمت آمیز به دموکراسی هدف واحد این نظام، اعم از این که شما کدام نظام سیاسی رو بر آینده ایران بخواید. همه دموکراسی میخوان، همه حقوق بشر میخوان، همه هم گذار میخوان در اکثریت خودشون. راهکار چیه؟ راهکار علاوه بر این تظاهرات وسیع و سراسری، اعتصابات، بایکوت نظام، کارشکنی، کشیدن پولها از بانکها، نپرداختن وجوهی که، یعنی مسدود کردن هر نوع درآمدی که به جوب دولت میره، بعد گسترش این اعتصابات و زمینگیر کردن این حکومت، وصل به خانواده هایی که یک پسرشون تو بسیج، یک پسر در سپاه، یک پسر در صف معترضین، و تشویق اینا که افراد رو از درون سپاه و بسیج به صف مردم بکشن. افراد زیادی شریفند، شما میدونید
بسیج یک وسیله ترقی اجتماعی و تولید است. بله. یعنی بچه‌هاشو اگر 4 تا بچه داشت اونجا اسم می‌نوشت، مایی 1,800,000 تومان 700,000 تومان بعد بچه میدادن، دانشگاه میرفت، وسیله معیشتش تأمین میشد. اینا لزوما موافق این نظام نبود. درسته. اینطور نیست که همه بسیجی ها و همه سپاهی ها مثل حزب کمونیست سابق بلوک های کمونیست که سازمان جوانانش وسیله ترقی جوان ها بود، زای دیگه اینا. بله. حالا اوضاع به جایی رسیده که پدر و مادرها همونطور که اون موقع به فکر آتیه بچه هاشون بودن و اینا رو بسیج فرستادن که دکتر مهندس بشن، حالا باید به فکر آتیه بچه ها بشن و اونا رو تشویق کنن به مردم بپیوند. این نظام بیاتی است. سران این نظام همونطور که آقای نورزاده به درستی گفت پولهاشون رو برداشتن و دارن در میرن. ولی شما کجا خواهید رفت؟ بله. شما از مردمید، در بین مردمید، با مردم خواهید ماند و جواب و مسئولیت عملیات خودتون رو از این به بعد خواهید، پس به مردم بپیوندید. این هم راهکار رهبری رو میگن. بله. ببینید در جوامع در حال گذار رهبری های سنتی تضعیف میشه. درسته. اینکه جامعه دیگه سنتی نیست. درسته. رهبری از درون مبارزه به تدریج شکل میگه. کاملا. الان در کف خیابان چندین هزار جوان که در زندان ها هم دیگر رو پیدا کردن و هم اطمینان پیدا کردن، تجربه پیدا کردن، آزاد شدن، رهبران محله به محله و کوچه به کوچه چنین جنبشی هم و همه به هم وصله. آفرین. وقتی به جایی رسید که این نظام در حال سقوطه، به تدریج باید یک از شورای انتقال یا شورای گذار به دموکراسی تشکیل. حالا اجازه بدین بحث شورای گذار رو بزنیم بعد از این که نه اینو یعنی میگم این ستا این نه میخوام حتما بله شورای گذار رو میخوام همین امروز با هم بحث کنیم. متا اجازه بدید یه لحظه این آوای دلنشین شجریان ما رو تو اون فضای ایران قرار بده، برمیگردیم و با هم راجع به شورا صحبت میکنیم. بره. چون مردم مرتب از من میپرسن، ایمیل میزنن، تکس میزنن، سوال میکنن. با هم راجع به این صحبت میکنیم. درنگ کوتاهی و با ما باشید. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلیل بیز از مهر تو ای ما دوستی دشمن. سخن شاید فروغ آدمیت را در قلب تو بخشاید، فروغ آدمیت را در
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید، برون آید. با درود دوباره پرخروش باد آوایت استاد شجریان عزیز. آی مهندس، من یک نامه‌ای، یک ایمیلی یک افسر ارتشی برام نوشته و اینو سریع میخونم کوتاه، چون نظر شما رو هم خواهم پرسید. بعد از مقدمات ایشون اشاره کرده که در روزهای اخیر در تلویزیون شما در چند نوبت صحبت از ارتش شد و اینکه نقش ارتش چیست. بگذارید برای شما بنویسم اوضاعی که ارتشی‌های ایران بعد از 38 سال دارند دردناک است. با آنکه دیگر کسی از افسران رژیم گذشته باقی نمانده، اما نگاهی که اینها به ارتش دارند، همانطور که شما به خوبی گفتید، نگاه به فرزند زن صیغه‌ای است. ارتش شدیدترین فشارها را تحمل می کند. عقیدتی سیاسی عملا بر همه پادگانها و مراکز ارتشی مسلط است. یک ملای بی سواد را گذاشتن که مرتب این نکیر و منکر ما را سینجیم می کند. با این همه دل ارتشی ها با مردم است. ارتشی که در جریان انقلاب و بعد از آن و جنگ ایران و عراق بزرگترین ضربه ها را خورد، اما همونطور که خود شما بارها گفته اید دلاورانه از این آب و خاک جاودان پاسداری کرد و حمایت کرد و اگر خطاهای بزرگ فرماندهی کل و سپاه پاسداران نبود، ایمان داشته باشید بصره که هیچ مناطق دیگری از عراق در چنگ ما بود. اما با این همه ارتشی ها میبینند فراموش شد، جنگ فراموش شد و آقایان مشغول نشاندن نوکران خود بر کرسی قدرت در عراقند و حتی یادشان رفته قرارداد افتخار آفرین الجزیره را دوباره قانونیت بخشند و ما میشنویم که مقامات عراقی حتی نوکران اینها میگویند آن را قبول ندارند. آقای نوریزاده، به روز معرکه ما را خواهید دید. ساکت نخواهیم بود. اجازه نمی دهیم که فرزندان نااهل ایران به روی مردم گلوله بگشایند، آتش بگشایند، فرزندان ما را به قتل برسانند. مطمئن باشید در میان خود همین پاسداران آدمهای باشرف بسیار زیادند. بسیاری از اینها خون می خورند و در گفتگوهایی که گاه اینجا و آنجا با هم داریم، آنها ریز به روز مبارزه، به روز نهایی می اندیشند. به هر حال درود ما به شما ارتشی ها ایران فردا را دوست دارم. آی مهندس، اول دارم میخواد نظرتون راجبه این نامه بگین و بعد شورا رو با هم صحبت بکنیم. بله، به نظر من واقعیت رو به خوبی منعکس کرده ایشون. اولا ارتش به خاطر مأموریت و رسالتش که محافظت از منافع ملی است و تمامیت ارضی و حدود و ثغور ایران، همیشه با مردمی است که در این سرزمین پهناور میزیند و امنیت خودشون رو در سایه اقتدار ارتش میبینند. بنابراین یک رابطه دو طرف است. ارتش از ابتدا ایدئولوژیک نبوده. سپاه مأموریتش در درجه اول حفظ و صدور انقلاب اسلامی است. بنابراین وقتی مردم در مقابل این انقلاب اسلامی ایستادن، مأموریت سپاه درست مغایر خواست مردم خواهد. اما این صحیحه که در سپاهیان عده زیادی چنین مأموریتی رو قبول ندارن و نمیپسندن. اینا به مردم خواهند پیوست. فقط مواظب باشید، سپاه تحلیلش در این روزها اینه که اگر ما در مقابل مستضعفین جامعه بایستیم، شعاری رو که میدادیم که ما حکومت مستضعفینیم، پایمونو بر ابد از دست خواهیم داد.
سرکوب رو تا کنون قبول نکرده و درش اختلافه. ممکنه یک روزی حتی سرکوبم بکنه، ولی یک پارچه نخواهد ماند. خطر از سوی دیگریست، فقط سرکوب نیست. خطر در اینه که اینا بیان و یکی از سرداران خودشون رو به عنوان سرداری که ملت ایران رو نجات خواهد داد به مردم عرضه کنن. مردم البته هوشیارن، چنین چیزهایی شانسی نداره، چنین سناریوهایی، ولی یک خطر محتمله که باید هوشیاری مردم رو مضاعف کرد و این رو بفهمند که در بین سران سپاه ما تا کنون هیچ آدم مطمئنی که به منافع ملی بیندیشد ندیدیم. اگر هستند باید معلوم بشه و باید به صف مردم بپیوندن. امیدوارم که باشه. آقای مهندس، من یک گزارش خیلی دقیق دارم از جلسه شورای امنیت و دیدم که آقای شمخانی در اونجا به شدت با طرح آقای محمدعلی جعفری و همینطور سپاه سارالله برای سرکوبی مردم مخالفت کرده. بله. ایشون در اونجا برگشته گفته بر پایه گزارش‌هایی که از خرمشهر، اهواز و شهرهای خوزستان داره، اگر دولت دست به خشونت بزنه، طرف مقابل یعنی مردم هم خشونت خواهند کرد و یک جنگ تمام عیار داخلی رخ میده که میتونه به تجزیه ایران منجر بشه. خوشحال شدم حداقل یکی در میانشون میتونه فردا رو ببینه و فقط چشش بسته به امروز نیست. بله، ببینید بیش از این هاست محظورات اینا. اولا این قشری که تو خیابون اومده قشر مقاوم است. دیگه اون طبقات بالای جامعه و طبقات میانی مرفه نیست که خواسته های لوکس داشتن که طبقات پایین باش اون سلفتی نداشتن، هرچند اون خواسته ها بسیار خوب بود ولی باش تماسی نداشتن. اینها نان میخوان، زندگی میخوان، کار میخوان، مسکن میخوان و احتیاجات اولیه یک زندگانی با شرافت رو میخوان. بنابراین مقاومت اینا حتمی است. مقاومت به ارزش زندگانی است که به هر انسان به اون قائل. ثانیاً اینها همونهایی هستند که پایه‌های بسیج و سپاه و انقلاب بودن. درست. اگر با اینا رو در رو بشن درون خانواده‌هاشون تک تک دعوا خواهد. درست. کامل. و اینو میدونم. در صفوفشون هم دعوا خواهد بود. بله. مضافاً علاوه بر اینها حکومتی که ادعای انقلاب و مستضعفین رو داشت تبدیل، یک ظریفی میگفت، تبدیل به حکومت بی طبقه توحیدی ابتدای انقلاب میشه. چون پایگاه خودشو از دست میده کاملا. و آقای خامنه ای هم که خب یک خدای مجسمه و توحید مجسم ایناست دیگه، بس میشه حکومت بی طبقه توحیدی. اینا اینو میدونن و بنابراین خیلی سخت این تصمیم گیری. ممکنه بگیرند ولی میدونن که از فردای اون روز هر سرنوشتی که ایران داشته باشه، اینها یک حکومت استبدادی متکی به سرنیزه هستند که در مقابل تمامی ملت ایستادن، یعنی تمامی ملت در برابر کلیت نظام و در فضای فعلی خاورمیانه و جهان دیری نخواهد پایید که سرنوشت صدام حسین و قذافی رو خواهند. جناب مهندس، میرسیم به مسئله شورا. انشاءالله به زودی در خدمتون یه جلسه خواهد بود و امیدوارم این جلسه مثل جلسات قبلی که همیشه نتیجه مثبتی داشت، این جلسه هم نتایج مثبتی داشته باشه. شما آیا بر این باور نیستید که به هر حال با توجه به هزاران هزار متخصص، افراد وطنخواه، جوان، نوجوان، میانه سال ایرانی که در خارج هستند، این مجموعه میتونه نقش اساسی داشته باشه همراه داخل اون خلایی رو که این آقایون هی حرفشو میزنن اگه ما بریم ایران تکه پاره میشه اینو پر کنن؟ کار شما برای پیام دادن به زبان ترکی، به آذری، به مردم آذربایجان فوق‌العاده بود. شنیدم که دوستان عزیزمون کاک عبدالله مهتدی، همینطور کاک مصطفی هجری و دوستان دیگر در حزب همبستگی اهواز، اتحاد بلوچستان، آقای دکتر حسین برد، دوستان دیگرشون در شمال ایران، تالشها و کردهای خراسان، ترکمنها، همه اینها دارن شعارهای یا پیامهایی رو برای اقوام ایرانی میفرستن که امروز
ما درست در اون یه شرایط مثل مشروطه قرار گرفتیم. یفرم خان ارمنی میشه رئیس شهربانی ما و در اونجا هیچ صحبتی از جدایی نژاد و مذهب نیست. توصیه شما به اقوام ایرانی چیست و در این حال نگاه شما به شورا چه نگاهیه؟ بله، البته این کاری که میکنن بسیار خوبه و من توصیه میکنم هر کسی هر جایی نفوذ یا نیمه نفوذی داره از اون استفاده بکنه تا اینکه مردم در ظرفیت کامل خودشون به این جنبش خیابان بپیوندن و امیدوار دارن. اما خصوصیت من این هستش که علاوه بر آذربایجان با روحانیت با قاطبه مردم ایران بیش از 50 ساله که ارتباط سیاسی مستقیم و مستمر داره. بنابراین من سعی میکنم که از این رول خودم در این که بتوانم این جنبش به ثمری برسه متواضعانه استفاده بکنم. در شورای هماهنگی که شما میفرمایید، ببینید، من گفتم سطح خیابان شبکه وسیعی از رهبران خردوریز محلی دارد که همشون مورد احترام، همچنین رهبران بسیار با ارزشی در شبکه بزرگ معلمان، کارگران، حتی کارمندان، حقوقدانان در ایران وجود دارد. ایران خلع رهبری به این معنی نداره. اگر چنین حکومتی در حال سقوط باشه، ما برای چندین کشور اروپایی میتونیم متخصص و فعال سیاسی تهیه کنیم، انقدر زیاد. بله، یعنی واقعا داریم و همشون دموکراسی، حقوق بشر و یک حکومت متمدن رو با جدایی نهاد دین از نهاد دولت قبول دارن. بالاخره ثمره 50 سال کار مداومه که دوستان ما کردن. بنابراین اون که امروز لازمه یک شورای هماهنگی گذار هست. در این شورای هماهنگی گذار که در ایران و خارج خواهد بود و مقدماتش جور شده، کسانی که لیاقت بیشتری داشته باشن طبعا به رهبری آینده ارتقا پیدا می کنند. مردم تشخیص می دن، اعتبار ملی پیدا می کنند یک عده‌ای در درون اینها و پایگاهی می شه برای اینکه اینها قانون اساسی آینده، مجلس مؤسسان، انتخابات، دولت موقت رو بتونن شکل بدن و تشخیص بدن. به نظرم ما در چنین مسیری هستیم. بعضی از شخصیت ها سرمایه اولیه بزرگتری دارن، بعضی ها کمتره، ولی امروز روز وزنکشی، روز رقابت و از این قبیل نیست. امروز اینه که این سرمایه ها به نفع ملت باید روی هم ریخته بشه و یک هماهنگی کامل برای عبور کم هزینه، سریع و مؤثر از وضع موجود به یک دموکراسی باید فراهم بشه. جناب مهندس، اجازه بدید چند تا از کلیپ ها رو ببینیم، پیام ها رو بشنویم و بعد بیایم روی این پیام ها تمرکز بدیم، چون بعضی از این پیام ها واقعا اسباب غروره که این مردم آزاده چگونه این پیام ها رو بازگو میکنه. میشنویم و میبینیم چند تا از این تظاهرات رو. اینجا اسلامی ها برد بزنیم گروهشون رو گم کنن. ما نمیخواییم جمهوری اسلامی باشید. ما نمیخواییم جمهوری اسلامی باشید. ما نمیخواییم جمهوری اسلامی باشید. همین دیروز جوونه میگو شما پیرا دستاتون رو بردید بالا، ما رو بدبخت کردید. حالا ما دستاتون رو میاریم بالا، مرد باشید یه جلو. من از دم سینم رو سپر میکنم، شما به نمایندگی به نمایندگی از تمام ملت ایران بیایید جلو. احسن، ما کمتر از درود نیستیم، ما کمتر از مشهدی نیستیم. احسن، ما تو شیفای
پایگاه یگان 14 شاهنشهر اصفهان یه ماشین دولتی رو آتیش زدن و یه اتوبوسی که داشتن بسیجی ها رو سوارش میکردن. ملاحظه فرمودید آقای مهندس بیشتر شعارها متوجه ولی فقیه بود؟ بله. و جاهایی هم نشانی از خشم مردم که وسایل نقلیه پلیس به آتش کشته شده بود یا به بعضی از ساختمان ها. شما در اینجا من یه نکته ای رو بگم. بله. ببینید یکی از وسایل عمده ای که نظام هایی که با مردم درگیرن استفاده میکنن و نتیجهش این میشه که هم آدم های متمدن معمولا از خیابون ها کشیده میشن توی خونه ها شرکت نمی کنن و هم در فضای بین المللی سرکوب چنین جنبش های مجوز پیدا میکنه استفاده از خشونت در مبارزات مدنی. درست. معمولا این نظام ها افرادی از سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی رو میفرستن دقیقا خرابکاری کنن و بعد بگن مردم بودن، کمان که الان جمهوری اسلامی میگه، و بعد بگن که خارجی ها به اینا کمک کردن. بله. و اینها رو مجوز سرکوب بدن و نیروهای خودیشون اقناع اخلاقی پیدا کنن در سرکوب. بگن ما از اموال عمومی دفاع میکردیم، ما از کیان ایران دفاع میکردیم. بنابراین وقتی میبینن چنین صحنه هایی رو، اگر یک فرد ناآگاه از خودشونه بهش بگن که این کار رو نکن، اگر از طرف مقابل ازش فیلم بگیرن، ویدیو بگیرن، دورش رو خالی کنن، محکم سرش داد بزنن که تو بسیجی هستی، تو از اونا هستی، ضبط کنن، همراه با فیلم بفرستن در شبکه‌های اجتماعی وسیعا پخش بشه و اینا شناسایی بشن. به مجردی که این کارو بکنید خشونت مهار خواهد شد. کلید رمز ماندگاری جنبش خیابان دوری از خشونت، اینو مطمئن باشید. همه مقاومت‌های مدنی اینو ثابت کرده. گرفتار احساسات و خشم نشید. خشم شما مردم قابل فهمه، ولی تبدیل خشم به خشونت یک عمل نسنجیده است. خشم را با داد زدن بر سر اونها، با تقبیح اونها، با شعارهای بر علیه اونها خالی کنید و هر جا دیدید خرابکاری هست یا از بین رفتن اموال عمومی است که مال شماست جلوشو بگیرید. جناب مهندس اگه یادتون باشه در جریان جنبش سبز مأموری که زنده یاد ندا آقا سلطان رو به قتل رسوند در خیابون، مردم گرفتنش. بله. و یه دم غضبناک بودن میخواستن بزننش، ولی اگه یادتون باشه با چه بزرگمنشی خود مردم او رو از چنگ مردم نجات دادن. کاملا این هست. من فقط یه توصیه‌ای کردم که با این فرهنگی که در مردم هست قوی تر بشه و راهکاری ارائه کردم. کاملا صحیحه و این فرهنگ در مردم نهادینه است و ما داریم آقای مهندس فیلمش، امیدوارم دوستان داشته باشن پخش کنن که ماموران انتظامی تو کوچه دارن شیشه ماشین مردم رو میشکنن. کاملا داریم فیلمش رو. بله ممکنه پخش کنید. نه پلیس ها دارم خود میکنن. نه کن
پلیس دارن شیشه ماشین رو بود میکنه. اگر اینو با بود که همه شیشه ماشین رو شیشه کنم اگر آره شرکت رو هم اینجوری هم میشه شرکت رو شیشه رو جناب مهندس. در پایان شما برای مردم آذربایجان، مردم ارومیه، مردم استان اردبیل و نقاط دیگر آذربایجان، قزوین، جاهایی که به هر حال همیشه ثابت کردند که عاشقان ایرانن، چه پیام دیگری دارید که بقیه مردم ایران هم بشنون؟ ترک زبانان مشهد و اصفهان و شیراز و آبادان و جنوبم قشقایی هم بشنون و همراه با مردم آذربایجان بشن. بله، چون یک علاقه به خصوصی آذربایجانی ها و ترک زبانان به من و خانواده شریعت مداری دارن، من استفاده می کنم از این علاقه و محبت دو طرفه‌ای که داریم و به زبان ترکی بهشون پیغام میدم اینجا. عزیز آذربایجانلار، عزیز ترک زبانلار، عزیز ترکمنلار، عزیز گشقایلار، عزیز اللر، عزیز حشمتلی ترک دیلیله دانشانلار، هر یردکی وارسوز بو نهزته کمک ایلی. بو تبعیز، بو حقارت، بو خفت که سیزه روا اولوب در درجه اول به وسیله بو حکومت میشه. این نتچه در نجات پرسته سه توهین لیبله بو سپاهن عواملی میشه که مملکتین ورزشی اولان الینده، استادیوملار اولان الینده bu afradi himayet edip, bunların nadanlığından istifade edip, isteyip de ki Heydari Nemeti davası düzeltsin, sizi birbirinin canına salsın. Cileyliklerinizi bilirim, haqdır. Mən dalısın deyem ki, bir tane desantral hükumet İran'da yaradaq ki, sizin hüququz ehya olsun. Ama evvel gerek bu veli-i fəqih ve bu hükumet değişirle ve demokrasi gerek. Lütfen kömək edin. Lütfen benim nidama ləbbeyt deyin ve lütfen gerdeşlerinizden, İranlı gerdeşlerinizden her yerdeki varsız kömək eləyin, istiqamət eləyin. Təbriz, Ərdəbil, Sərab, Meşkinşəhr, Zəncan, Qəzvin, hamı böyük Azərbaycan şəhərləri gərək xiyavanlarda olala və xəlxə kömək eləyələ. Bu çox çox mühimmidir, bərin ki bu nizam bəhsizdən qorxur, bətər hükumət nizami Təbrizdə düzəldib və bülür ki, bu sınsa getməlidir. Gəlin xiyavana və deyin ki, biz də sizi istəmirik və səlam. Məmnunum, ay mühəndis. Çox təşəkkür. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. İran sərbulənd, İrani sərfəraz, pərçəm zibay sərəng şiir-i xurşid nişan həmarə bərəfraşdı bar. Və ətifaq, ay mühəndis Həsən Şəriət Mədari, دوست عزیز و نازنین و مرد استوار و مقاوم، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما
چون که ایران خانه خوبان شود. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای، ما برای آنچه ایران گوهری تابان شد، خون دلها خوردیم، خون دلها خوردیم.